السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید دارم صحت مند باشین. انشاءالله دی ویدیو ما مرتون شریک میکنم که نوروز یعنی چی، تاریخ نوروز و این روز کی تجلیل میکنه، چرا تجلیل میشه و چرا اسلام و علمای دین میگن که این روز حرام است، دلیل زی چیست. دی جما دو قسم مردم داریم که تقسیم هستن سر نظریات این روز. یک قسم مردم در داخل افغانستان و خارج افغانستان از بین مسلمان ها میگن که هیچ مشکل نیست تجلیل کردن این روز، بخاطر این کلتور عنعنات افغانستان است و از مردم ماست، چون ما در این روز کدام کار حرام نمی کنیم، به این خاطر تجلیل کردنش مشکل نیست، برق بالا کردن مشکل نیست، در این روز بخش گرفتن مشکل نیست، فامیل خود بیرون گرفتن هیچ مشکل نیست. و گروه علما میگن، البته اکثر علما، که در این روز هر کار میکنی او حرام است. دلیل زنا چیست؟ ما کلشان در اینجا بحث میکنیم. بیان که نوروز کم معرفی کنم. نوروز یک روز است که در مختلف کشورهای دنیا مثل تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان، افغانستان، اندیا، پاکستان تجلیل میشن و مردم امید میکنن که در این روز سال نو، نوروز یک بهار است و یک سال جدید خوب با ما خاتم آمد و به می امید سرمیز 7 تا سین میمانند، 7 چیزا که از سین شروع میشن، مثل سیب، سبزه، سرکه، سیر و همینطوری پیش میرن و هر دانش مانا از خود داره. در این زمانه مردم سرمیز قرآن همچنین میمانند، لیکن در تاریخ که میبینیم در کتابا مانده میشد بجای قرآن. بیایم که تاریخ نوروز رو ببینیم. به نام مری بویس، یک انگلیس استوریان است، او میگه این دقیقا معلوم نیست که نوروز چی وقت شروع شد، بلکه این اولین دفعه تجلیل شده در زوراستریان دین. زوراستریان یک دین است مثل عیسویت و هندویزم، بودیزم، که 3000 سال پیش شروع شده و امروز همچنان تقریبا 200,000 نفوذ داره که او در انگلستان، در ایران، در هند زندگی میکنن و اونا کتاب دارن به نام اوستا، در اوجا ذکر نوروز است و اونا نوروز به بنیاد مذهبی خود تجلیل میکنن. اونا فکر میکنن چون اونا سرزیاد خدا یقین دارن، حتی یقین دارن که آفتاب به جای خدا گرفته، یک خداست و به آفتاب در کتابشان به نام سوریا شناخته میشن. سوریا سانسکریت لغات است که هم آفتاب معنا داره و همچنان اونای خدا دارن در کتاب خود که به نام سوریا است و این معلوم میشه که اونا آفتاب خدا میدانن و اونا میگن که آفتاب به یک حد میه، زمین به یک حد میه، کدام وقت که روز و شب یک برابر میشن. ای اکثر در 18 مارچ تا 21 مارچ عمل به جای میشه و مردم این روز نوروز با تجلیل میکنن. دویم هیستوریان میگه که این یقین زوراستریان و پرژن است که نوروز روزی است که کدام روز کائنات شروع شد یا کدام روز کائنات به روی حرکت شد، به این خاطر این روز ما می تجلیل میکنیم. سویم تاریخدان به نام گردیزی در کتاب خود که به نام زین الاکبر است، در او میگه که نوروز روزی زوراستریان و پرژن بود و اونا شروع کردن و این روز به اونا زیاد مهم است. به این خاطر شما امروز هم دیده میتونید در ایران و در هند که زوراستریان زندگی میکنن، اونا این روز تجلیل میکنن. این روز در مختلف کشورها به مختلف دول تجلیل میشن، دیگان کشورا 12 روز، دیگان کشورا 13 روز، دیگان کشورا 7 روز، لیکن روز آخرش یک روز بدبختی بشان میگن که هر چی ده روز میکنی باز کل سالت نمو قسم تیر میشن. خب ما آلی دیدیم به خواندن تاریخ و نظرات تاریخ دانان که نوروز به افغانستان هیچ رب نداره و به نوروز به مسلمان همچن کدام رب نداره. اصلا این روز زوراستریان است، این روز پگن است که پری پرژیا، پرژین امپایر این روز تجلیل میکرد. آلی بیان ما ببینیم که اسلام در این باره چی میگه. دلیل اسلام چیست؟
در اسلام همه چیز حلال است، همه چیز حلال است. تکرار میکنم، همه چیز اجازه هست، فقط او چیز حرام است، چیزی که محمد صلی الله علیه و آله ذکر کرده که حرام است، چیزی که شریعه گفته که حرام است. باش که من دوباره برات واضح کنم. رسول صلی الله علیه و آله در صحیح حدیث گفته که همه چیز به شما حلال است، فقط چیزی که ما حرام برتان ذکر کردیم او حرام است. یعنی ساعت پوشیدن حرام است یا حلال؟ به خاطر رسول نپوشیده، من میگم حلال است. چرا؟ اجازه است. به خاطر رسول نگفته که ساعت نپوشید. یعنی همه کار در اسلام اجازه است کنین، فقط چیزی گفتن نکنین او رو نمیکنیم. این خوب واضح شد. درباره نوروز رسول اصلا چی گفتن؟ ده سه حدیث وجود داره. حدیث نمبر 1 که در ابو داود و نسائی راویس و داود دو کتاب ذکر است که رسول صلی الله علیه و سلم کدام وقت مدینه آمد، دوجه مردم جشن گرفته بودن، یعنی مردمی که نو مسلمان شدن یا غیر مسلم بودن اونا جشن گرفته بودن. کدام وقت که رسول الله صلی الله علیه و سلم دید که اینا جشن گرفتن و میله میکنن، گفتن چی گپ است؟ اونا گفتن که ما پیش از اسلام یک روز داشتیم که دمی سال یا هر سال ما او را تجلیل میکردیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش جواب داد، بهش گفت که الله سبحانه و تعالی بهشان چیزی بهتر دادن، او از عید الاضحی و عید الفطر. یعنی که دیگه هر روز شما داشتین پیش از اسلام یا هر روز شما آلیم دارین، او کلش ختم شده، منسوخ شده، فقط شما دو روز دارین که تجلیل کنین، عید الاضحی و عید الفطر. ای بسیار واضح شد. و بعد از او صحابه اجمعین و مکنس و مدینه مردم او دیگه او روزه تجلیل نمیکنن، فقط عید الاضحی و عید الفطر تجلیل میکنن. با بنیاد این حدیث این معلوم میشه که هر کلتور و عنانات یا تجلیل که از قوم میه، از پیش از اسلام میه، او دیگه حرام شد. من بهتون ریکارد این روز دادم که پیش از اسلام اومده. دویم، رسول صلی الله علیه و آله فرمانده در صحیح حدیث که هر کس که تجلیل یا همراهی او مردمی میکنه که غیر اسلام هستن، یعنی غیر مسلم هستن، اونا در روز آخرت به همراه اونا در یک صفحات بودن. حالی اگر روز نوروز تجلیل میکنی، یعنی این معلوم میشه که به زوراستیان اونا میگن که آفتاب خداست، و دویم گردیزی تاریخ میگه که اونا فکر میکنن که در روز کائنات شروع شد، یعنی به او راضی میشین، در صف اونا استاد میشین، به تجلیل کردن اونا به صفشان استاد میشین. سویم، رسول صلی الله علیه و آله در یک حدیث گفته که انس بن مالک راویش است، او گفته اگر شما میرن به زمین نن عرب و اونا که هر روز دارن تجلیل میکنن، هر کس روز تجلیل کرد به مرای زو در روز قیامت بیدار خواهد شد. یعنی بنیاد سه حدیث و بنیاد تاریخچه نوروز ما ببینیم، این معلوم میشه که این روز نوروز از ما نیست، از اسلام نیست، از مسلمان ها نیست، از افغانستان نیست، ای از پیگنز، او مردمی که سر خدا یقین نمی کنن و آفتاب خدا میگن، از اوستم. و چون علما مختلف نظر گفتن، نظری که ما بتون دو نظر شریک میکنم، یک نظری که خاص علما دارن، اونا میگن کسی که اینو تجلیل میکنه که فقط با فامیلش خوش کنم، او بخش کفر شهید شریک میکنم رایشان، یعنی خودش کافر نیست، بخش یک بخش کفر با فامیل خود میاره. اگر دویم شخص او سرش فخر میکنه سر زیروس و تجلیل میکنه، او از اسلام بیرون رفته، به خاطر که یقین زوراستیان و پیگنز و پری پرژیا بود که ای روز است که بهار به دلیل شروع میشه، به خاطر که خدا نعوذ بالله آفتاب به یک حد میه، به این خاطر بهار شروع میشه. اونا خدا را آفتاب میگن، یعنی آفتاب خدا میگن، اونا یقینشون بود. و فکر میکنم که به این تاریخ واضح کردن ولی به شما واضح شده که این روز باید تجلیل نشوه. عید الاضحی، عید الفطری داریم، انشاءالله ما در این روز خوش هستیم و نیاز نیست که ما بیرق بالا کنیم یا بیرق پایین کنیم. اگر یک کس میگه که نوروز اجازه تجلیل کو، بگو با ما دلیل بیار از قرآن و سنت.
اگر او میخه تجلیل کنه، شما برش میتونید بگوین که برادر بنیاد این دلایل این روز سجده کردن حرام است. اگر بازم میخه کنه، مان کنه. او کار خودش میفهمه خودش. وظیفه ما چی بود؟ به شما پیغام دادن. ما به شما همچون پیغام میدم که نوروز روز اسلام نیست و این روز کفار است. مسلمان باید با امر کفار در یک صف استاد نشوه. شاید مردم سوال کنن چرا تخلص خودت نوروز است؟ به خاطر که مشکل اسلام، یعنی اسلام حرام کردن تجلیل رو گفته، نوروز یعنی روز جدید، هیچ مشکل نیست. به این خاطر ما با خود حرف مشکل نداریم، بلکه با تجلیل از نگاه اسلام درست نیست و مردم به تجلیل نکنن. ما براتون خوشی میخوایم و امید دارم که ویدیو شریک کنین تا زیاد مردم استفاده بگیرن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.